اگزیستانسیالیسم صاحب یک دستگاه اخلاقی منسجم هست. فلسفه اگزیستانسیالیستی چگونه وارد ایران شد و چه جاذبه‌ای برای روشنفکران ایرانی داشت؟ بخش دوم بحث در مورد اگزیستانسیالیسم را ببینید. سلام به بینندگان پرگار. در بخش اول بحث در مورد اگزیستانسیالیسم به ریشه های اون در متفکرانی چون کرکگارد و بست این مضامین در قرن 20 در آثار هایدگر و سارتر و دوبوار پرداختیم. در بخش دوم این بحث در مورد دستگاه اخلاقی این فلسفه بیشتر صحبت خواهیم کرد و اینکه چرا در این فلسفه آزادی با مسئولیت از جمله مسئولیت در قبال آزادی دیگران گره می‌خورد. آقای سلمانیان، از شما شروع کنیم. در اگزیستانسیالیسم بجز این مسئولیت در قبال آزادی خود و آزادی دیگران، البته میشه به اصول اخلاقی دیگه ای رسید یا نه؟ همونجوری که در بخش اول این برنامه داشتیم، سارتر و دیگر فیلسوفان قرن بیستومی که اگزیستانسیالیست یا خودشون رو مینامیدن یا نمینامیدن ولی در این حیطه قرار میگیرن، به ارزش‌های از پیش معین در مورد اخلاقیات اعتقاد نداشتن. دقیقاً. ببینید، اگر بخوایم از فلسفه وجودی شروع کنیم، یعنی یک قدم قبل از اگزیستانسیالیسم، البته هایدگر خودش رو یک فیلسوف اگزیستانسیالیست نمیدونه، اینو دست کم در دو جا گفته، یکی در هستی و زمان و یکی در کانت و مسئله متافیزیک، در واقع خودش رو یک وجود شناس بنیادین میدونه به این شکل. ولی سوال شما درباره اینکه آیا نظام اخلاقی ازش در میاد، اگر ما بخوایم جواب رو از هایدگر بگیریم، اون میگه من باید اخلاق رو بر چه پایه‌ای استوار کنم، چون من دارم به مسئله وجود میپردازم، من دارم در واقع من کارم هستی شناسیه، من هنوز شما وقتی میخواید اخلاق تعریف کنید باید اول یک تعریفی از انسان داشته باشید که اینها بهش اعتقاد ندارن، اون گوهر دقیقا. رو بهش اعتقاد در نتیجه اون ارزش‌های گوهری وجود نداره. اخلاق رو از هایدگر اگر ازش بپرسیم این طور به ما جواب میده، به طور مشخص این رو هم گفته، ولی اگر اخلاق رو از واژه اخلاق استفاده نکنیم و از مجموعه ای از کنش های اجتماعی استفاده کنیم، اون وقت میشه یک سری نشانه ها به قول معروف ره نشانه هایی پیدا کرد که خب من به عنوان یک وجود انسانی که دارم پرتاب شدگی رو تجربه میکنم و در اصل دستی از بیرون از فراجهان قرار نیست به من برنامه بده، من چه کار باید بکنم، تکلیف من در این زندگی چیه؟ در هر انتخاب تصمیم میگیره که چه کار باید بکنه، ولی این پرتاب شدگی به یک معنا این هم هست که شما درگیر هستی، مدام در درون وضعیت هستی. چجوری بگم، در مورد سارتر شاید بشه این رو خوب دید. سارتر همیشه درگیر بود در بحث مثلا الجزایر و آزادی الجزایر از استعمار فرانسه، یکی از درگیرترین فیلسوف ها بود دیگه. در جنبش های دهه 60 یکی از درگیرترین فیلسوف ها بود دیگه، در دوره نازی ها و دیرتر در ارتباط با سلاح های اتمی، یعنی همیشه در یک کمپین هایی درگیر بوده. این یه اخلاق، یعنی این از اون نشانه هایی است که شما میگید. ببینید، اخلاق روی به اون معنی سنتیش روی یک متافیزیک بنا میشه. یعنی وقتی شما به فلسفه ای قائل هستید که در مرحله تعریف انسانه و برای انسان اون حالا ماهیت ثابتی رو که دین ها فرض میکنن و اون فطرت پاکی رو که باید ازش حفاظت کرد رو بهش قائلن، وقتی اون رو از بین بردارید، اخلاق در این سطح مجموعه ای از کنش های اجتماعی، سیاسی و اون چه که در زندگی باهاش تماس دارین رو در بر میگیره. بنابراین این تعهد اجتماعی هم که شما ازش دارید صحبت میکنید، به یک شکل دیگه سارت در اون آثار ادبیش با اون بدبینی که مدام در رمان‌هاش به چشم میخوره، در شخصیت‌هاش
میگه میخوام یک تلنگر بزنم یعنی این زشتی رو میخوام نشون بدم که پایه‌ای بشه برای حرکت به یک وضعیت بهتر. بنابراین اخلاق همونطور که گفتید، نه اخلاق به اون معنی مرسوم در از این فیلسوفان ما نمیتونیم. چنین میشه گفت آقای حقیقی‌راد که اخلاق در دستگاه فلسفه اگزیستانسیالیستی مجموعی است از کنش‌هایی که در وضعیت خاص فرد خاص متشخص بهش میرسه، کسی چون سارتر. در دوره‌های بعدی، دهه‌های بعدی، این یه مقدار البته مورد نقد قرار گرفت، مثلا از جانب کسی مثل مرلوپونتی، یک اگزیستانسیالیست دیگه. درست میگم؟ تفاوت مرلوپونتی و سارتر رو چجوری میشه اینجوری بگیم؟ والا تفاوتشون که یکی از مهمترین تفاوت‌ها اینه که توی سارت و همینطور تو هایدگر بدن وجود نداره. به قول لویناس میگه این دازاین انگار غذا نمیخورده. خیلی این مشهوره. بله آره. بعد این ملوپونتیه که میاد با مخصوصا تز دکتراش که ادراک به اصطلاح فنومنولوژی ادراک، این بدن رو وارد میکنه. بله. و یک بدن، یعنی در واقع ما یه ادراک بدن بگیم تنمند یا تنیافته داریم، تنانه داریم. آره. و به این معنا انضمامی ترش میکنه. آره. یعنی یک قدم جلوتر. آره. میبره. اخلاق به هر یه چیز دیگه از اخلاق اگه قرار باشه دیگه، منظورمون از اخلاق این باشه که یک سری اصول معینی رو بنویسیم، بگیم باید این کارا رو کرد. بله. خب این همیشه در معرض بازتفسیر میتونه قرار بگیره دیگه. بله. درسته؟ یعنی درست اون چیزی که میتونه در یه جایی خیلی خوب و عادلانه باشه، در یه جای دیگه کاملا به ضد خودش تبدیل بشه. بله. اجازه بدید یه مقدار جلوتر ببریم این بحث رو، انضمامی ترش بکنیم. شما راجع به اینکه اگزیستانسیالیسم چطور وارد ایران شد قبل از برنامه به من گفتید، برای من جالب بود. از کی بحث فلسفه وجودی یا اگزیستانسیالیسم مطرح شد و چی بود که جاذبه ایجاد کرد براش؟ چون در دهه چهل شمسی مثلا مختصات زندگی روشنفکرانه بیشتر تحت تاثیر عوامل سیاسی شکل می گرفت دیگه، و یه مرتبه تو این فضا کسی بیاد راجع به اگزیستانسیالیسم حرف بزنه یه مقدار به نظر عجیب میاد. با این حال شد مصطفی رحیمی به طور مشخص اومد مطرح کرد و بعد توی ادبیات هم اینجا اونجا دیدیم. میتونید در این مورد حرف بزنید؟ بله. به طور مشخص اگر بخوام در مورد سارتر صحبت کنیم، معرف سارتر به ایران صادق هدایت هست. آها. با داستان دیوار. و خب وقتی که سارتر هم البته بیشتر با اون چهره ادبیش وارد ایران میشه. بله. و به همین دلیل هم هست که سریعتر از این فیلسوفای دیگه دوبار همینا. بله دقیقاً سریعتر از اون فیلسوفای دیگه اگزیستانسیالیست شناخته میشه، مردم آثارش رو میخونن. اولین آثار تو دهه 20 ترجمه میشه، از صادق هدایت معرفی میکنه. حتی در اون 82 نامه ای که صادق هدایت به حسن شهید نورایی نوشته، اونجا هم گاهی وقتا داره بینشون حرف رد و بدل میشه، گاهی اسم سارتر میاد، یعنی هر دو طرف سارتر رو میشناختن. و بعد از اون در دهه 40 با ترجمه اگزیستانسیالیست و اصالت بشر مصطفی رحیمی این گسترش پیدا میکنه. ابوالحسن البته این ترجمه به ابوالحسن نجفی تقدیم شده و خب او کمک کرده به این ترجمه. بله. و با این نوع این مترجمان زبان فرانسه سارتر رو از زبان اصلی به فارسی برمیگردونن. این یکی از مزایایی هست که مثلا ما در مورد سارتر داریم. آثار اولیش از زبان اصلی از زبان فرانسه ترجمه میشه، نه با واسطه انگلیسی یا با تفسیرها. بله. و اگر بخوایم در مورد فضای اون دهه هم صحبت بکنیم، مثلا در دهه 40 ما اگزیستانسیالیست به اون شکل، چون یک مکتبیه که مثل مکتب‌های دیگه از راه ترجمه داره وارد میشه، به اون شکل نمی‌بینیم، ولی گاهی مثلا جرقه‌هایی در ادبیات می‌بینیم. مثلا شعر شاملو، احمد شاملو رو شما اگر یک شعرش هست که از شعر از مرگ، که این تو دهه 40 این شعر رو سروده است، مال 1341 از مجموعه آیدا در آینه،
اون با یعنی اگر به ما بگن شما یک متنی به ما بدید که این متن اگزیستانسیالیسم رو به ما معرفی کنه، خب. ما میتونیم این شعر از مرگ رو بگذاریم، یعنی به بحثش رو بیاریم وسط و بگیم که هرگز از مرگ نهراسیدم اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. اول با مرگ شروع میکنه، یعنی بله. اون مرگ آگاهی که با ابتذال مرگ دقیقاً بله. بعد میرسه به آزادی، هراس من باری همه از مردن در سرزمین نیست که مزد گورکن از آزادی آدمی بیشتر است. یعنی شما در مرحله دوم از اون مرگ آگاهی میرسی به آزادی، بحث آزادی که سارتر هم به اون شکل خودش داره مطرح میکنه که انسان محکوم به آزادی. بله. و بعد جالب ترین بخش این شعر به اونجایی میرسه که داره اون بحث طرح اندازی مثلا خیشتن رو مطرح میکنه، میگه جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش باروی پیافکن. بله، این کلمه ببین... بارو خیلی تو ذهن میشینه دیگه، یعنی تویی که این رو میسازی و این میتونه یک بارو بشه، یعنی میتونه دقیقاً یک فراینده و این حالا این خیشتن خیش یک کاربردش میرسه مثلا به شاعرایی مثل رودکی، مثل ناصر خسرو. این که مثلا بحث کنیم آیا اینها این داره به اون معنی مثلا وجود به کار میبره، داره به معنی مدرن به کار میبره. مدرن به این معنی که میگه تویی که این خیشتن رو میسازی و در یک بستر این حرف میزنه که صحبت از آزادیه، به این ترتیب آزادی تو که محکومی بهش، انتخاب‌های تو در این آزادی تو رو می‌سازه. این به نظر شما به همین دلیل میتونه بیانیه اگزیستانسیالیسم؟ دقیقاً اگر این شعر دقیقاً اون عنصرهایی که ما مثلا حالا سارتر سال 1144 ترجمه میشه ولی این شعر سال 1141، البته شاملو فرانسوی میدونسته این رو میدونیم، ولی اینکه آیا مثلا مستقیم اون کتاب رو خونده باشه رو باید در موردش تحقیقات بیشتری بشه، ولی دقیقاً داره همون مفاهیمی رو که مثلا ما باید یک اگزیستانسیالیست و اصالت بشر رو بخونیم در یک شعر این رو گفته، یعنی رد پای این شکلی میبینیم ولی به اون صورت نظاممند مثلا فلسفی نیست، هنوز نیست، بخشش به دلیل شرایط سیاسی دهه 40 بعدن. اما آلبر کامو که ترجمه میشه بیشتر این مفاهیم وارد میشه دیگه، درست میگم؟ دقیقاً. آلبر کامو ببینید یک ویژگی که داره، البته آلبر کامو هم جزو کسانی که خودش رو اگزیستانسیالیست نمیدونه مثل مثلا هایدگر و دعوا که اختلاف با سارتر بر سر اینه که شما دارید این ماهیت وجودی که شما به ماهیت مقدمش میکنی این پیامدهایی داره، یعنی پیامدش میتونه این باشه که یک ما زمان حال رو برای آینده ای که مشخص نیست درش چه اتفاقی بیفته مثلا قربانی میکنیم. اگزیستانسیالیسم بیشتر از شاخه فرانسویش وارد ایران میشه، همونجوری که ایشون گفتن. این باعث نمیشه که اون شاخه یا سبقه آلمانیش در هایدگر مثلا تا حدی نامکشوف بمونه؟ نمیدونم، بس نظری ندارم. من البته خب میدونم این کتابا کی ترجمه کرده بود، چی گفتن و این صحبت ها در تایید صحبت شما، ولی من اولا خب سالا ایران نبودم، نمیدونم با من چه بحثی کردن. نمیدونم. چی میشه گفت از فضای فکری که درش اگزیستانسیالیسم شاخه فرانسوی وارد شده ولی هایدگر در این نگاه اگزیستانسیالیستی نیست، و اون وقت هایدگر به قبضه کسایی مثل فردی در میاد؟ همون میدم، مثلا من این اسما رو میشناسم، آره. من تو واقعا نمیدونم که اینا با هم چه تعاملاتی داشتن، آره. اطلاعی ندارم. آره. به نظر میاد که فضای روشنفکری جدی نبوده، میخوام اینو بگم. یعنی مثلا ما خب توی کشور دیگه مثلا اونامونو رو داریم، یا یعنی یه سری فیلس اسپانیایی که آره. اگزیستانسیال، یا مثلا فرض کنید توی روسیه بردیادف رو داریم، یعنی خودشون نماینده ی اگزیستانسیالیست هستن، نویسندگان بزرگی هستن. یعنی من دارم که ما تو ایران چنین چیزی نداریم، حالا یکی ترجمه کرده، یکی هم بحث کرده، بعد فردی اومده یه چیزی دیگه. ولی آثار زیاد تایوفسی ترجمه شده مثلا، آره. و اگزیستانسیالیست ها خیلی ارجاع میدن به آثار داستایفسکی مثلا، آره. حتی تولستوی، لئو تولستوی، نه اینا. اما در فضای فکری ایران خانش اگزیستانسیالیستی پیدا نمیکنه؟ میکنه؟ میگم من شاید خوب خبر ندارم، ولی بله. چیز
دندونگیری به اصطلاح ندیدم. وگرنه مثلا فرض کنید که مثلا داستایفسکی که در میان فیلسوفانی که اگزیستانسیالیست بودن، حالا چه خودشون رو بنامن چه ننامن، محبوب بود دیگه به خاطر تم‌های خاصی. در ایران خوانش اگزیستانسیالیستی پیدا میکنه یا نه؟ به اون شکلی که ما مثلا از سارتر میشناسیم نه. اگر بخوام دوباره برگردم به اون سوالی که شما در مورد ورود سارت از زبان فرانسوی و شاخه و فلسفه وجودی از شاخه آلمانیش پرسیدید، ببینید یک علت این به خاطر اینکه فرهنگ ایرانی با اون فرهنگ فرانسه تماس بیشتری داشته. یعنی فرانسه‌دان‌های بیشتری ما داشتیم تا مثلا اون در اون زمان آلمانی‌دان‌ها، و به همین دلیل چون ترجمه این آثار به تأخیر افتاده، اون شاخه فرانسوی که وارد شده در اصل یک بعدش نادیده مونده، و اون بعد این هستش که مثلا هستی و نیستی رو سارتر زیر تأثیر هستی و زمان نوشته. بله. و اصلا تأثیر هایدگر نوشته. بله. دقیقاً. و این اول اصلا سارتر قبل از اینکه هستی و زمان به آلمانی ترجمه بشه، یک اقامت تاریخ، یک اقامت تحصیلی داشته در برلین سالهای 1933-1934. این همون سالهایی هست که هایدگر به ریاست دانشگاه فرایبورگ میرسه و از اون طرف هم نازی‌ها روی کار میان، و اونجا سارتر در برلین با آثار هایدگر و با آثار پیدایش‌شناسی آلمانی آشنا میشه. شما این است که به دلیل آشنایی ایرانی‌ها، اندیشمندان، روشنفکران ایرانی با سارتر رو، کسانی چون سارتر فرانسوی‌ها، این آبشخور آلمانی آرایشون نادیده گرفته میشه، مشهود نیست. و این ریشه اصلی و اون چیزی که از دید خود هایدگر یک نوع سوء تفاهمه در نزد سارتر. ما دست کم از دو منبع مختلف میدونیم که هایدگر با این به این اثر سارت توجه داشته و میشناختدش، و اون رو مثلا اونطوری یک برداشت، یک سوء برداشت از آرای خودش میدونسته. بله. و در ایران چندان آشنایی با این نبوده. حتی میگفته من این مزخرفات رو نمیخونم. دقیقاً. این در اشاره به یکی از کتابای سارت گفت. هستی و نیستی. خب گفت من فکر می‌کنم این مزخرفات رو میگه. مهمه، ما راجع به ایران دوباره صحبت خواهیم کرد. هایدگر معتقده که سارتر باز میگرده به اومانیسمی که متأثر از اون دوگانه دکارتیه، دوگانه که من میاندیشم پس هستم، یعنی سوژه هست و چون میاندیشم. این نقد جدیه، نه برای اینکه در دورانهای یا دههای دیرتر سارتر بیشتر به مارکسیسم نزدیک میشه. درست میگم؟ من اگه اجازه داشته باشیم یه چند تا جمله راجع به اون صحبت قبلی بگم. به نظر من این مسئله خیلی مهمه که ما واقعا توی ایران یک فضای روشنفکری جدی نداشتیم، هنوز هم نداریم. این خیلی مهمه، یعنی اینکه در ایران مثلا خب کتاباش ترجمه شد، خب وارد شد، الان مثلا 50 تا کتاب نمیدونم ژیژک و بدیو و فلان و اینا هم ترجمه میشه، ولی بحثی نیست. یعنی ما هستای منشه در شبکه‌های اجتماعی هر هفته من میزگردها و بینارها نه شما یه در مورد این فیلسوفا نه نه منظورم اینه که شما یه یه محقق، یه پژوهشگر فلسفه در سطح اینایی که مثلا توی کشور اروپایی هستن ما نداریم. این چیزی خیلی شاید داریم شناخته شده نیستن. نه خب من دنبال میکنم، من هر کدوم از این اسمایی که میبینم فارسیه رو میرم توی گوگل دنبالش میگردم. یه نفر داشتیم که دانشگاه صنعتی درس میداد، الان اسمش یادم نیست، آرش چی بود اسمش، خب که یه تز دکتراش راجع به هگل نوشته و جدیه واقعا، من کتابشو خوندم. مثلا راجع به هگل آقای اردبیلی استاد دانشگاه است تو ایران فعاله. من خودم اردبیلی آره هفته مثلا پیش، همین هفته پیش یک مناظره گوش دادم بین دو دانشگاهی، یکیش این آقای اردبیلی، یکیش متفکر دیگه، در تقابل آرای هگل و فوکو. خب ممکنه خیلی بی ربط به نظر میاد بیاد، ولی خیلی بحث جالبی بود. من مشابه این رو در زبان انگلیسی حس کردم، نمیتونم پیدا کنم. خب نه دیگه اردبیلی هست، بله، مراد فرادپور هست، یه سری هستن، نمیخوام بگم نیستن، ولی به خصوص به اون دور قبل که برمیگردیم، ببخشید کسی که در مورد فوکو حرف میزد آقای جواد حیدری بود، بفرمایید. یعنی که نه مثلا راجع به قبل که برمیگردیم ما یه سنت،
یعنی این بچه‌هایی که الان شروع کردن یه سنت فکری روشن فکری نداشتن که برگیرن و ادامه بدن. این مسئله است منظور من. بسیار خوب، بسیار. حالا اون از اون بگذاریم کنار. من داشتم در این مورد صحبت می‌کردم که سارتر از اگزیستانسیالیسم با این مضامینی که ما تا حالا صحبت کردیم یه مقدار فاصله می‌گیره، میره به سمت مارکسیسم تجدید نظر شده اروپایی. درست میگم؟ آره، ولی خب دیگه اینجا باید اینو در نظر داشته باشیم که اگر به اگزیستانسیالیسم صحبت میکنیم دیگه باید اینجا ختمش کنیم توی چون که بعدا مارکسیست میشه. آره بله. من حالا صاحب نظر نیستم ولی به نظر من این یه گسست نیست توی سارتر، بلکه میاد در یه قالبای جدیدی اون بحثا رو مطرح میکنه. مثلا من اون مفهوم آزادی خب هست، منتها یه مفاهیم جدید به یه شکل از جمله بحث میدییتد فریدام، آزادی به واسطه مطرح میکنه. تا حدی میشه گفت مارکسیستی به این معنا که داره میگه که آزادی ما انضمامیه دیگه. درست میگم یا نه شما باید ندارید که این تحت تاثیر آره مارکسیستیه؟ این در واقع کانتکست بستری که درش هستیم خیلی تعیین میکنه. حداقلش اینه که انتخابهای ما رو محدود میکنه. شما نمیتونی انتخاب نامحدود داشته باشی. سارت یه دوره‌ای داره که به مارکسیستا نزدیک میشه و اتفاقا اینجا یکی از جاهایی که ملوپونتی بهش نقد میکنه. ملوپونتی یه کتابی داره با نام بیننده ها میتونید بگید ملوپونتی کی بوده؟ من خیلی شخصیت جذاب، خیلی در چند جمله. موریس ملوپونتی دوست و همکار سارت بوده، با هم دیگه نشریه لتا مدرن یا دوران مدرن رو منتشر می‌کردن و نقد‌های جدی که هم به سارت کرده و هم در اصل اون نقدی که کرده یک بخشایش به در واقع در مورد هایدگر هم مصداق پیدا می‌کنه. همون بحث تنانگی که در این بحث‌هایی که داره صورت می‌گیره، تن انسانی خیلی از توجه دور قرن 21 دیگه خیلی دقیقاً و اون بحث نزدیک شدن سارت به چپگراها در واقع یک کتابی می نویسه ملوپونتی با نام اومانیسم و ترور. در این کتاب از قضا این کتاب با ستایش خود سارت روبرو میشه. بله. و در این کتاب بحث ملوپونتی بر سر اینه که آیا از این مناسبات، از این رفتارهای انقلابی که چپ‌ها دارن، کمونیست‌ها دارن، به طور مشخص درباره کمونیست‌ها صحبت می‌کنه، از این رفتارهای انقلابی که کمونیست‌ها دارن آیا مناسبات انسانی بیرون میاد یا نه. حالا این کتاب از این جهت هم جالبه که اگر ما قرار باشه درباره جنبش‌های اسلامی صحبت بکنیم، جنبش‌های بنیادگرای اسلامی، آیا از درون این جنبش‌های بنیادگرای اسلامی دقیقاً اینو میشه منتقلش کرد، آیا مناسبات انسانی در میاد یا نه؟ و پاسخ مسلماً نه هست و حماس رو داریم میبینیم. بله. که مناسبات انسانی در نهایت ازش در نمیاد. بله. فقط یک مقاومتیه. بله. با یک سری اقدامات برای جان انسانی توش نیست و برای کرامت انسان توش نیست. بله. این اما این ربطش به نقد اگزیستانسیالیسم چیه؟ این نقدی که ملوپونتی به این شکل مطرح میکنه نه ربطش اینه که هر دوی این نقدها متوجه سارتره. یعنی سارت میگه که ملوپونتی با این نقدی که نوشت در این کتاب هومانیسم و ترور، اون فلبداه بودن در فلسفه رو به من نشون داد. نقد بر سر اینه که سوال اساسی تو اون کتاب اینه که آیا از این اقدام‌های انقلابی که یک سرش به ترور میرسه، یک سرش به خشونت میرسه، آیا مناسبات انسانی در میاد یا نه؟ و خب یک سویه این نقد هم متوجه سارتر دیگه که نزدیک شده بود به اونها. بله متوجه هستم. برگردیم به ایران چون شما راجع به سپیده رشنو صحبت کردید. در ایران امروز آیا فحوای کلام شما این خواهد بود که اگزیستانسیالیستی زندگی کردن به معنی انقلابی زندگی کردنه؟ انقلابی نه اینکه شما بخواید امروز انقلاب کنید فردا انقلاب کنید، به این معنا که پشت پا بزنید به اون اجبارهایی که بر شما هست از جمله حجاب اجباری. چنین چیزی میشه گفت؟ یعنی یک کسی که بر نمیتابه حجاب اجباری رو میتونه بگه که من اگزیستانسیالیستی زندگی میکنم؟ اگه سپیده رشنو رو مثال زدم ببخشید. نه بله من نمی‌دونستم موبیلم اینجاست. بله. من منظورم این بود که چقدر شبیه با اون بیانی که سارت میکنه از این بابت بود. فقط از این بابت بود. چون اینکه
چه کار باید کرد؟ مثلا در مورد ایران به فرض. خب نسخه که نمیشه پیچید. این چه کار باید کرد؟ فقط این کار باید میتونم بگم. این چه کار باید کرد؟ من رو یاد یه عبارت خیلی مهم تو یکی از نوشته های سارت انداخت. میگه که مهم نیست who you are، کی هستید، مهم اینه که what you are doing، مهم اینه که چی کار دارید میکنید. دقیقاً. جالبه. این دقیقاً. من این سوال برام واقعا مطرح میشه که مخصوصا تو خارج از کشور این اپوزیسیون واقعا چیکار دارن میکنن، میدونی منظورم چیه، یعنی دنبال چی میگردن؟ چون شما یه ادعایی میکنید که ما میخوایم مثلا فعال هستیم و که همه اینا با اون بیان سارتری قابل انتقاده که من اکتیوم مثلا، یعنی به محض اینکه گفتی من اکتیوم شدی این یور سلف، میدونی منظورم چیه. منتها اینکه آیا واقعا دنبال یک ایده ترافرازنده هستن یا اینکه فقط موقعیتی که دارن میخوان حفظ کنن، میدونی این خیلی مسئله مهمه. بله. دنبال چی میگردن؟ بله. این خیلی مسئله. بله. شاید یه برنامه بزنید راجع به این جالب باشه. این حرف سارت که مهم نیست که چی هستی، مهم اینه که چی کار داری میکنی در حال حاضر، این رو میشه بیانی از اون ایده سارت دونست که شما در هر لحظه مجبوری به انتخاب و اون انتخاب‌های مشخصه که مهمه، نه اینکه پس پشت شما چی هست و چه ایده‌ای از خودت داری. یعنی این یه مقدار در واقع میشه گفت لحظه‌ای نمی‌کنه مدل اگزیستانسیالیستی رو، که شما در آن واحد در وضعیت، همجوری گفتیم این مفهوم سیچویشن خیلی مهمه، در وضعیت خاص باید ببینی چه کار باید بکنی، ول کن این که چی هستی، اون روایتی که از خودت داری در این لحظه مشخص، و اونه که مشخص میکنه نقش تو رو، و پروژه‌ای که برای خودت داری تحت تاثیر اونه که به سمت تکمیل شدن میره، هرچند هیچ وقت تکمیل به طور کامل نخواهد شد. این دوتا به هم ربط دارن، منتها موضوع اینه که نمیتونیم یه نوع تقلیلش بدیم به لحظه ای شدن، به خاطر اینکه مثلا سارت جایی که داره از شکل دادن به ماهیت انسان صحبت میکنه، به اون اسنس، اونجا از فعل پروژته استفاده میکنه به معنای پیش انداختن. این یک پیشوند داره، این فعل پو و ژته در فرانسوی به معنای پیش انداختن، یعنی پیش بردن. آره. و این یک فراینده. آره. خیلی جالبه، سارت میگه اون چیزی که تو هستی همیشه پیش روی توه و همیشه تو دنبال اون هستی، بهش نمیرسی، به این معنا هیچ وقت کامل نمیشی. درست میگم؟ این پیش انداختن اینجا به این معناست. یک تصویر مشخصی اون در اون آینده نمیتونیم اونجا یک تصویری بذاریم و بگیم شما داری به سمت اون حرکت میکنی. یک ایده است، شما شروع میکنید، طرح اندازی میکنید، این طرح ممکنه جاهایی با دشواری روبرو بشه، جاهایی ممکنه اصلا نتونی پیش ببری، ولی منظور اینه که شما داری به اون، دوباره برمیگردیم به همون چارچوبی که سارت میگه، شما داری بشریت رو شکل میدی با هر عملت، این در اون چارچوب میشه بهش نگاه کرد که شما داری با این عمل اون ماهیت رو شکل میدی و این یه فراینده. حالا اینکه در لحظه داره چه اتفاقی میفته، این رو نمیشه تقلیلش داد به اون لحظه مشخص. بله. آقای حقیقت، در میانه قرن بیستم یه صحبتی بوده خیلی فراگیر در مورد existential moment، وضعیت اگزیستانسیال. منظور کسایی که از این existential moment صحبت میکردن این بوده که بشریت دو جنگ وحشتناک پشت سر گذاشته، بمب اتمی بر هیروشیما و ناگازاکی رو پشت سر گذاشته، فجایع دیگه ای از قبیل نسل‌کشی ارمنی ها رو پشت سر گذاشته و در اضطراب فرود آمدن بمب اتم هم هست. سراسر 20 سال دهه 50 تا 70 80 میلادی این اضطراب بوده دیگه. این رو بهش میگن لحظه اگزیستانسیالیستی و میگن این باعث شد که این فلسفه اینقدر فراگیر بشه، به خصوص که دانشگاهی نبود، توی رمان ها بود، تو نمایشنامه ها بود، تو زندگی نامه ها بود، میشد خون باهاشون ارتباط برقرار کرد. بی دلیل نیست که از طریق صادق هدایت سارت وارد ایران میشه دیگه، و نه از طریق فیلسوفای دانشگاهی. این لحظه گذشت، آیا معنیش این نیست که اگزیستانسیالیست و مضامینی که
ترکد الان جای خودش رو به چیزهای دیگه ای داده؟ بالا تا اونجایی که به اگزیستانسیالیسم مفهوم سارتر و سیمون دو بوار یعنی تو فرانسه برمیگرده، در واقع این تو دهه 60 و بعد در واقع از دور خارج شد، یعنی با اومدن ساختارگرایی و بعدش هم پس از ساختارگرایی و بعد چرخش زبانی رو داشتیم که آره دیگه. نیمه دوم قرن 20 دیگه مستقر شد. آره. بعد شما نگاه که میکنید تو ادبیات میبینید مثلا دریدا، فوکو، دلوز هیچ کدوم به سارت برخورد نکرده، یک کتاب جدی هیچ کی ننوشته راجبش. میدونی اصلا انگار که خب حتی مثلا دلوز توی میگه. جای میگه این استاد من بود، ظاهرا خب خیلی مهم حرمت داره برای حرمت داشته هرچند که بعدها اگه نگاه کنیم مثلا فوکو به این مراقبت از خود برمیگرده، care of self. خب این یه نوعی ادای حقی به سارتر یا حتی دریدا از این معنی که اگزیستانشال در قبال آزادی خود به این معنی. آره یعنی اینجا اینا سوبژکتیویته هست که تو دوران قبلی خب اینا رو نفی می‌کردن، مثلا ممکن این بود که چیزی هست. خب این دوره برمیگرده. خب این که اینا راجع به سات به طور جدی می‌نویسن معنیش اینه که گذشت اون دوره اون اگزیستنس، یعنی شما یه دیالوگ نمی‌بینید با اگزیستانسیالیسم توی فرانسه که مثلا فیلسوفای جدی بیان خب در مورد موارد دیگه خب داریم دیگه بیان نظرشون رو بگن. یه کمی توی مصاحبه ها مثلا دریدا یه چیزی گفته اونم تازه معمولا منفی، در صورتی که همین الان مفصل میبینید تفسیرهای جدید از مارکس در میاد، دیالوگ با مارکس هست اصلا بین خودشون. آره نه من بین خود فیلسوف فرانسوی منظورم. خب حالا برمیگردم به سوال، میخوام بگم یعنی اون گذشت دوره شما میگید جهانگیر بشه بعدش، من میخوام اینو بگم منتها این اواخر میبینم که داره یک کمی بیشتر میاد یه مقداری و شاید حتی این که دارم میگم فقط حدس و گمانه، حتی فقط حدس و گمان نیست، اگه عقبتر برگردیم حتما همینطوره که اگزیستانسیالیسم در واقع یکی از اهدافی که داشت این بود که به همین سوالا پاسخ بده، همین سوالایی که مدرنیته در واقع مطرح کرده. یعنی مدرنیته یکی از کارهایی که کرده اینه که در این حال که خب پیشرفت علم و عقلانیت خودبنیان و فلان اینا خب کلی وسایل و امکانات آزادی برای انسان فراهم کرده، خب بحثی نیست، ولی در نهایت یه سری خطرهای جدید ایجاد کرده. چنین خطراتی، چنین ریسک، اصلا وقتی سوال میکنه جامعه ریسک صحبت میشه. از شما سوال کنم، فکر میکنید دوران اگزیستانسیالیسم گذشته به این دلیل که the existential moment گذشت، دوره فوق‌العاده خطیری که انسان وقتی به پشت سر نگاه میکرد حراس میگرفتش، دوتا جنگ، بمب اتم، کماکان خطر هستی و همین ها، الان جهان کم خطرتری نیست ولی مسائل متفاوتن، محیط زیست، نمیدونم هوش مصنوعی، تکنولوژی های جدید، به این معنا میشه گفت اون لحظه یا دوره اگزیستانسیال گذشته یا نه پرسش هایی که مطرح کرده چنان بنیادیه که لباس دیگه مطرح میشن. ببینید به عنوان یه مکتب فلسفی اگر بخوام ازش صحبت کنیم، خب این مکتب ها مثل انسان ها یه عمر مشخصی دارن، یک به دنیا میان، یک دوره اوجی دارن و بعد دوران کهولتشون رو طی میکنن و بعد به صورت تحقیق های دانشگاهی کلاسه میشن، یعنی پروندهشون بسته میشه. بله. ولی سوالها و پرسشهایی که مطرح کردن در گفتمان اجتماعی یا سیاسی باقی میمونه. مسئله این که ما آیا در جهان بهتری زندگی میکنیم یا کم خطرتری، مسلما نه. ما تعداد 12,000 و بیش از 12,500 بمب اتمی الان در جهان هست. 9 کشور این بمب ها رو در اختیار دارن، روسیه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، کره شمالی، هند، پاکستان و اسرائیل. ببینید اینا هر کدومشون، حالا اگه روسیه رو بگیریم که بالاترین تعداد بمب اتمی رو داره و همین الان داره تهدید میکنه در جنگ اوکراین، روسیه داره تهدید میکنه که از سلاح‌های راهبردی اتمی استفاده میکنه. میخواید بگید که به یه شکلی ممکنه اون دوران در یه ابعادیش کماکان
وجود داشته باشه، حضور داشته باشه، به اضافه خطرات دیگه. و به این معنا شاید اون پرسش ها. بذارید من سوالو به این ترتیب جور دیگه طرح کنم. بله. سلمانیان، در آراء کسانی که اگزیستانسیالیست خونده میشن، ما مفهوم دیگری رو بسیار پررنگتر میبینیم، مثل مارتین بوبر، خب فیلسوف یهودی تبار، درست میگم؟ در صورتی که شما وقتی بر میگردید به نیمه اول قرن بیست چنین نمیبینید. از نظر بعضی از فیلسوف ها این تیم کردن، رام کردن اگزیستانسیالیسمه، یعنی اینقدر دیگری رو وارد میکنید در فلسفه اگزیستانسیالیستی که آراء سارتر کاملا کم رنگ میشه. ایده هایی که توی این فلسفه هست، مثلا اگر بخوایم این ایده ها رو بحث بدیم که خب پیامد این ایده ها برای امروز چه خواهد بود. آها. مثلا ببینید، اگر بخوام از هایدگر یک مثالی بزنیم، در اون نامه‌ای که به ژان بوفره می نویسه، نامه در باب اومانیسم، یک عبارت داره: انسان شبان هستی. یعنی تعریفی که از انسان میده یک جایی میرسه به اینجا که میگه انسان بله. شبان هستیه، یا هستیبان اگر بخوایم آزاد ترجمهش بکنیم. بله. خب شما وقتی یک همچین تعریفی از انسان میدید، یعنی اون شیوه سلطه‌گری انسان امروزی رو زیر سوال میبرید، چون اون روی کردی که مبنای این سیاست‌گذاری‌ها، خیلی از این سیاست‌گذاری‌هایی که به بمب اتمی هم میرسن، وقتی اون سیاست‌ها میخوان شکل بگیرن، شما پیش زمینه ذهنیتون، بنیان، تصویری که از جهان دارین اینه که من میتونم روی این روش تسلط داشته باشم، از بعد تسلط داریم میایید. ولی اگر اون مفهومی که اینجا به کار رفته توی این نامه، مثلا شما هستیبانی، بله. باید مراقبت کنی، از توی این فکر شما میتونید فعالیت محیط زیستی در بیارید، از توی این فکر شما میتونید مراقبت اقلیمی در بیارید. مثلا یک فیلسوف نروژی هست به نام آرنه نس، که این دیپ اکولوژی یا زیست بوم شناسی عمقی رو یکی از نماینده هاشه. مستقیما ما نمیتونیم بگیم که تحت تاثیر هایدگر بوده، ولی اون ایده‌ای که داره میاره، اون نگاهش به زمین، به منابع طبیعی، یک در واقع میشه همین مراقبت از هستی، هستی بانی. به این ترتیب میشه گفت که اگزیستانسیالیست ها چه خودشون رو مینامیدن چه نمینامیدن، انگار یه جعبه ابزاری دادن به ما، یه مفاهیمی دادن که مثل جعبه ابزاره، و این برای سوالات امروزی به درد میخوره. مثالی که شما زدی حرف سفیدی رشنو دیگه، که آزادی قشنگ، زیباست، لذیذه، ولی مبارزه برای آزادی زیباتره. و این در واقع مثل این مفهومیه که سارتر داده. یعنی در این حال شما معتقدی دیالوگی با سارتر، دیالوگی با آلبر کامو، بخصوص با فیلسوفای اگزیستانسیالیست فرانسوی نیست، اما جعبه ابزاری که دادن هست، نه؟ والا حالا دیگه نمیدونم چرا فرصت داریم. بله. اگزیستانسیالیسم یا فلسفه اگزیستانس بگیم که شامل اونایی دیگه هم بشه غیر از سارتر، اینا در واقع به یه پرسش هایی رو مطرح کردن که این پرسش های وجودی انسانه و در هر شرایطی میشه این پرسش. آره، اصلا اینکه سارتر نخونن یا بخونن یه بحثه، ولی اینکه یه موجودی هست به اسم انسان که ویژگیش اینه که بر مرگ خودش آگاهه و میتونه سمبول بسازه و این سمبول رو ازش استفاده کنه و این در واقع خیشتن خیش رو بسازه. نه اینکه خیشتن خیش رو بسازه، که نه، یه تناقضی تو انسان هست. یه به قول زیگموند باومان اینجا افتضاح عقله و اون اینه که یه موجودی هست بهش میگیم تایم بایندینگ، یعنی که میتونه یه سری آثار سمبولیک بسازه برای آینده، درسته؟ منطقه توی بدنیه که میمیره. آره. یعنی که میراث، درسته؟ این تنها، حالا مثلا شما اگه به کیرکگور برگرده، اون این چیزها رو نمیگه، ولی وقتی که میگه انسان یه تلفیقی، یک سنتزی از فنا و بقا، خب این همینه، این پرسش ها برای انسان هست. این پرسش مطرح میتونه بشه که انسان آیا به قول فوکو یه مفهومیه که پایان خواهد یافت، مالی دوران خاصی، اونجوری که فوکو میگفت، حتی دیگه آخرای عمرش نمیگفت احتمالاً، ولی آیا انسان چی هستن؟
این سوالی نیستش که ما جوابش رو میدونیم و حالا میخوایم بریم مبارزه کنیم یا یه کار دیگه بکنیم. متوجه هستم. میخواید بگید که در عین اینکه الان دیالوگی با سارتر نمیبینید از جانب فیلسوفان سرآمد امروزی، پرسش هایی که کسانیشون سارتر مطرح کردن، کسانی که به قول شما در فلسفه اگزیستانس می گنجن، این پرسش ها برقراره. دقیقا نمونه شما گفتید اصلا چیزی که سپیده رشنو گفته، این شبیه حالا چیزی که آره حالا یه مقدار بیشتر جنبه عاطفی برام داشت که چیز کردم. منتها این پرسش های حالا بگیم اگزیستانسیالیستی خب مطرحه دیگه، یعنی برای هر آدمی مطرحه، برای هر برای من مطرحه که زندگی من چه معنایی داره. میدونیم مثلا شما فرض کن یه متفکر بزرگی، بالاخره داستایفسکی یه متفکر بزرگه دیگه، نمیشه گفتش که حالا یه آدم معمولیه. این وقتی که توی نامه مینویسه اگر پس از مرگ خبری نباشه پس زندگی بی‌معناست، خب میدونیم یعنی چنین نظری هست. بله. این نیستش که مثلا فرض کنید همه مثل کامو بگم باید این ابسوردیتی رو، این پوچی یا این چیز رو باید در آغوش گرفت. میدونی منظورم چی؟ میخوام بگم این پرسش ها رو ما روش رو میپوشونیم. میدونی منظورم چی؟ ما توی این بحث روی اینا پوشیده میشه. بله. این سوال همیشه مطرحه که خب من برای چی اصلا اینجا نشستم؟ بله. توی این بحث حرف میزنم. اشاره کردید به مضمون پوچی. تو این بحث ما خیلی روی این متمرکز نشدیم. پوچی در نزد اگزیستانسیالیست ها برخلاف اونچه که رایجه به معنی پوچنگاری نیست، نه؟ ببینید استگی داره که در مورد کدوم یکیشون داریم، کدوم یکی از این کسانی که زیر مجموعه فلسفه وجودی هستن داریم صحبت میکنیم. مثلا هایدگر اگر از کلمه نیشت استفاده میکنه یا نیستی، اون رو به یک شکلی همزاد هستی میبینه. بله. و میگه که رویارویی با نیستی اون لحظه ایه که شما استراب آغاز میشه، یعنی شما میدونید که پایان پذیر هستید. بله. و از اونجا هست که شما شروع میکنید به طرح اندازی. بله. برای اینکه این امکانی که در اختیارتون هست رو ازش حد اکثر استفاده کنید. بله. ولی اینکه پوچی باشه به اون معنی که مثلا ما در نزد کامو میبینیم، اینا مفاهیمشون با هم دیگه فرق میکنه. متفاوته. مثلا در داستان نویس و نمایش نویسی مثل ساموئل بکت شما ابسوردیتی رو میبینی، یعنی پوچی میبینی. خب ولی در سارتر پوچی نمیبینی به این معنا که معنایی نیست مگر معنایی که خودت میسازی. به این ترتیب میشه گفت که در سارتر ما ابسوردیتی نمیبینیم پوچی، اما بی‌معنایی می‌بینیم که حاصل پرتاب شدن به یک جهان بی‌معناست که اونجا تازه باید شروع کنی و معنا رو خودت بسازی. ببینید بی‌معنایی یک بار منفی داره. اینجا یک بحث زبانی هم هست. این بی‌معنایی که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم به معنای منفی نیست، به معنی معنا باختگی نیست، به معنی اینکه این معنا رو باید به وجود آورد. تجسم. سوال من در واقع بیشتر در این مورد بود، چند دقیقه که مونده، که ما مناسبت نهیلیسم با اگزیستانسیالیسم رو چطوری میتونیم ببینیم؟ چون نهیلیسم به شکل عامیانه ترجمه میشه به پوچنگاری، خیلی ارجاع داده میشه به آراء نیچه، ولی اگزیستانسیالیسم به این معنا پوچنگاری نیست. نه. بله. نه حتی کامو هم وقتی که میگه که باید انگشت وسط تو حواله کنی به دنیا. به این پوچی، در واقع انسان طاغی، در واقع به زبان ما بیلاخ بدی به دنیا. آره ما اینو میدیم اونا اونو نمیگن. بله. در واقع میخواد بگه مثلا توی چیز افسانه سیزیف، آره، در واقع میگه که این از همین کارش حال میکنه، همین که این سنگو برمی‌داره میبره بالا. افسانه سیزیف افسانه یا اسطوره کسی است که سنگ بزرگی رو میبره بالا میاره پایین. ما در شعر فارسی هم داریم دیگه، درست میگم؟ اگه شما نکنم اخوان شعری با این مضمون داره، مدام این سنگ رو از این پهلو به اون پهلو میندازه. اگر برداشت من در حال نظر کامو اونجا اینه که وقتی که تو اینو بپذیری، بگی همون انگشت، شعر کتیبه همکاران من میگن، بله خب اینو بگی، در واقع پاسخ کامو همین اینه. این که بخوای مثلا معنا ایجاد کنی به به مفهوم سنتیش، خب مسلماً بله. یه کار بیهوده ایه که مثلا بله. بیای چیزی که خودتو گول بزنی. حتی یه چنین گرایشی خب هستش توی یعنی توی حالا هم
بعضی متفکرای جدید فلان اینا که بیان یه ناشناخته هایی رو بذارن و بعد این چون معنا داشتن در واقع ناشی از اینه که یه چیزهایی هست که تو نمیشناسی، یه بخشی از طبیعت رو هنوز زیر سلطه درنیاوردی، یا اینکه یه سلسله مراتب تئوکراتیک در واقع غیر اختیاری هست که تو خودتو نسبت بهش ملتزم میدونی، میدونی یه سلسله مراتب، این معنا میده. بله. و این ایجاد یه چنین معنایی خب میتونه خودفریبی باشه دیگه، یعنی که همون بدفیتی که توی دقیقاً باور کامو هم با این مخالفه. اینو خود ما راجع به کامو کم صحبت کردیم، تفاوت کامو و سارت رو، چون خیلی از بیننده این برنامه با کامو خیلی خوب آشنا هستن، خب کامو شاید بیشتر از سارت خونده شده در ایران اگه اشتباه نکنم، ترجمه رضا سید حسینی. بله تفاوت کامو و سارت رو چطوری میشه بیان کرد؟ مثلا از کامو این حرف خیلی رایجه که تو ابتدا اولین تصمیمی که باید بگیری اینه که خودکشی بکنی یا نه، این خیلی رایجه و همجوری سر زبان هاست، ولی چنین چیزی از سارتر حتی با مضمونی شبیه این از سارتر شما نمیبینی. وچه مشترکشون اگر بخوام در بعد ادبیش صحبت کنیم، وچه مشترکشون اون دوره اول آثار ادبی سارت زیر تأثیر اون تصویرهای سیاه، اون تصویرهایی که خود سارت میگه من اینها رو این زشتی رو بیان میکنم که از درونش زیبایی در بیاد. بله، که لحظه تهوع رو من بتونم ایلستریت کنم، به اصطلاح ترسیم کنم. دقیقاً. و تفاوتش با سارت ما میتونیم روی اون بعد فلسفیش متمرکز بشیم که خودش رو فاصله میگیره. فاصله میگیره از سارت و اون بحثی رو که سارت مطرح میکنه که ما باید وجود ما مقدمه، این رو کامو نمیپذیره. خیلی کوتاه میتونید یک اندیشمند روشنفکر شاخص ایرانی نام ببرید که خیلی تحت تاثیر اگزیستانسیالیستا بوده؟ اگر فلسفه وجودی رو معیار بگیریم، نه اگزیستانسیالیسمی که ما از فرانسه میشناسیم، ما میتونیم مثلا از آرامش دوستدار نام ببریم که زیر تاثیر افکار هایدگر هست و نیچه به طور مشخص در درخشش های تیره و در امتناع تفکر در فرهنگ دینی. در این دو اثر وقتی نگاه میکنیم، اون چه که هایدگر داره با متافیزیک غربی انجام میده، آرامش دوستدار با مقوله گرایش ایرانی ها به دین انجام میده، یا مثلا اون چه که تحت عنوان دین خویی مطرح میکنه، این در اصل میتونیم یک ایده نیچه رو درش ببینیم که میگه برای اینکه بت پرست نباشی نباید فقط بت ها رو شکسته باشی، بلکه باید خوی بت پرستی رو کنار گذاشته باشی. شما موافقید بچه‌ها؟ چی با نیچه یا با آرامش دوستدار؟ با این ایده ایشون که آرامش دوستدار میشه. به نظر من آرامش دوستدار متفکر بزرگی نیست. یه کاری کرده خب با ارزش، به اضافه اینکه یه کاری هم کرده که کاملا قابل انتقاده. آقای نیکفر یه مقاله نوشتن راجع به ایشون، محمد خیلی جالبه، من دیگه بهتر از اون ندیدم چیز نوشته. یعنی یه آدم یه پرسش داره در واقع آرامش دوستان، انگار میدونی منظورم چیه. یعنی یه متفکر آره میتونه این پرسش رو مطرح کنه به عنوان یکی از زمینهای پژوهشش، ولی خب میتونه چیزای دیگه هم بگه دیگه، میدونی منظورم چیه. یعنی شما مثلا متفکرای توی جهان سوم، توی ژاپن متفکرای بزرگی میبینید، اینا نیستش این که فقط شما بیاید بگید ما فکر نیندیشیدیم. خب بیاندیش. بسیار خب، خیلی ممنون. بله، ما یه بحث در مورد آرامش دوستدار داشتیم که بیننده‌ها خیلی راحت میتونن توی یوتیوب با نوشتن پرگار آرامش دوستدار پیداش کنن، چون عنوان برنامه هم همین بود. به آخر پرگار این هفته میرسیم. از شما و از مهمانهای برنامه ممنونیم. منوچهر حقیقی راد و فرهاد سلمانیان. پرگار رو به شیوه‌های مختلف میتونید دریافت کنید، جدای پخش از تلویزیون. برنامه رو میتونید روی یوتیوب ببینید یا پادکست اون رو بشنوید. برای شنوندگان پادکست چند دقیقه اضافه هم ضبط میکنیم، یعنی صحبت‌های بعد از خداحافظی که روی اینستاگرام گذاشته میشه. البته در بحث مربوط به اگزیستانسیالیسم در بخش اول و بخش دوم هیچ کدوم نتونستیم این پادکست رو ضبط کنیم، به دلیل اینکه هر دو قسمت رو در یک نوبت در استودیو ضبط کردیم و حوصله خدمه استودیو دیگه سر رفته.
بازم ممنون. راه های تماس با ما باز از طریق فیسبوک برنامه یا ایمیل به ما بنویسید. تشویق های شما ما رو امیدوارتر میکنه و نظرها و نقد هاتون به ما کمک میکنه. طبق معمول فرصت میشه در پایان پیامی از این مخاطب برنامه بخونم. آقای سید ستار طبایی پیشنهاد داده که ما راجع به نویسندگانی چون داستایوفسکی در برنامه پرگار صحبت کنیم. گفته به خصوص در مورد داستایوفسکی میشه یه برنامه با موضوع بسیار خوب ضبط کرد. با ایشون موافق هستیم اگر بشه پیش از ضبط چنین برنامه‌ای صاحب نظرانی در مورد داستایوفسکی پیدا کرد و بشه کتاب‌های داستایوفسکی رو قبل از ضبط برنامه خوند، یا اگر اونا که یکی دو سه تایی که من خوندم بشه اینها رو از نو خوند. شب و روز بر همه شما خوش.